یه شاعری بود در مشهد به نام فاخر تبریزی، ترک بود. زمان رضا خان رفته بود نان بخره، مامورین اومدن گرفتن بردنش پادگان برای سرباز. یعنی دو تا بچه داشت، خیلی ناراحت شد، دلش شکست و گفت خدای زن و بچه من سر سفره نشستم منتظر نانم، بی انصافا ما رو بردن جا تو پادگان ببرن سرباز. شروع کرد دعای توسل خوندن تا به نام آقا جواد الهی برسید. یا محمد ابن علی ایها التقی الجواد ابن رسول الله، میگه دلم شکست. گفتم آقا جواد الهی، تو اون امامی هستی که اومدی کنار زندان دست غلام پدرت عباسد را گرفتی و از جلوی چشم همه مامورا بیرونش بردی و نجاتش دادی. آقا منم غلام آستان پدرت علی ابن موسی رضا هستم، بیا دست منم بگیر در توی این پادگان نجات بده. به همینجور که دعای توسل میخوندم گریه میکردم، یه مرتبه دیدم زمین و هوا نورانی شد، وجود اقدس جواد الائمه تشریف بردن، دست من و پسر فاطمه تو دستش گرفت، از جلوی همه سرهنگا و سرگردا و سرتیپا برد بیرون، هیچ کس هم منو نمید، منو حضرت نجات داد. فردای اون روز یک سرهنگی منو تو خیابون دید، گفت که فلانی ما کاری بهت نداریم، از سربازی معاف، ولی تو رو به خدا بگو که آخه چطور شد تو دیشب کجا رفتی؟ همه حیران و سرگردانن، آخه تو چطور شد به کجا رفتی؟ این در پادگان همه بسته، این همه میله، این همه نرده، این همه مهمون. گفتم برو رفاقاتو بردار بیار خونه ما، همتون وضو بگیرید، مؤدب بنشینید، من بهتون بگم آزاد شده یه چه کسی هست. اینا همه آمدن نشستن. گفتم من دعای توسل خوندم، به جواد الائمه گفتم آقا نجات دادی پدر غلام پدر ادب آسلتو، بیا دست منم بگیر از توی این پادگان نجات بده. یه مرتبه جواد الائمه اومد دست منو گرفت، جلو چشم تمام شما آقا منو برد بیرون، من شما رو میدم شما ما رو نمیدم.